سلام دخترا و بچه های عزیز، امید که همه شما سعادتمند باشین و درس روز گذشته را فرا گرفته باشین، کار خانگی مربوطش انجام داده باشین و به درس امروز آمادگی داشته باشین. آمادگی یعنی که شما باید قلم، کتابچه، کتاب و بکس هندسی کوچک با خود داشته باشین تا در جریان درس نقاط مهم درس شما بتانین یادداشت کنین. حتما درس روز گذشته به یاد شما هست عزیزا که ما شما گفته بودیم که درس روز گذشته ما در مورد انطباق پذیری دو مثلث قائم زاویه طوری که وتر و یک زاویه حادیشان با هم مساوی بود. این عنوان درس روز گذشته ما بود که تحت عنوان ما شما گفتیم که هرگاه دو مثلث قائم زاویه وتر و یک زاویه حادیشان با هم مساوی باشند، این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند. میپردازیم به درس جدید ما شما. درس جدید ما، موضوع درس امروز ما شما است حالت انطباق پذیری دو مثلث قائم زاویه که وتر و یک ضلع قائم آنها با هم مساوی باشند. تفکیک شود عزیزا، ببینید دختر و بچه عزیز که در اونجا وتر و یک زاویه حادیش مساوی بود، حالا وتر و یک ضلع قائمش با هم مساوی باشند. صفحه کتاب شما است 147 و 148. هدفی که ما شما در درس داریم، دو هدف داریم. یکی شما بدانید که اگر در دو مثلث قائم زاویه وتر و یک ضلع قائمش با هم مساوی باشه، یعنی دو مثلث با هم انطباق پذیر است. دوم، انطباق پذیری دو مثلث تحت شرایط نفاق شما چی کرده بتانید؟ به اثبات رسانده بتانید. این دو هدف ما شما عزیزا. ببینید، پیش از این موضوع رو بر شما ما تشریح کنم، بازم از شما یک سوال انگیزشی میکنیم. شما این سوال رو ببینید که در این سوال شما چی چیزی برداشت میکنین، یعنی از این شما چی نتیجه رو بعد دست میارین. سوال: آیا در مثلث قائم زاویه غیر از حالت ذکر شده حالت دیگری وجود دارد که تحت شرایط آن دو مثلث قائم زاویه با هم انطباق پذیر باشند؟ عزیزا ببینید، اینجا بر شما روشنی بندازم. آیا در مثلث قائم زاویه غیر از حالت ذکر شده، یعنی حالت ذکر شده چی معنا که درس روز گذشته ما شما بود که اگر دو مثلث قائم زاویه وتر و یک زاویه حادیش با هم مساوی باشند انطباق پذیر است. میگه غیر از اونم حالت، آیا دیگه حالت هم وجود داره که دو مثلث قائم زاویه با هم انطباق پذیر باشند؟ شما در این دو رسم خوب توجه کنین. ببینید عزیزا، مثلث ABC را با مثلث A زبر B زبر C زبر مقایسه کنین، فکرتان را به کار ببرین که در اینجا نوشته است AB مساوی به A زبر B زبر. یعنی ببینید AB که وتر مثلث قائم زاویه ABC است و A زبر B زبر C زبر دمده این مثلث که عبارت از A زبر B زبر وتر مثلث قائم زاویه از A زبر B زبر C زبر است. بازم تکرار میکنم، هر ضلعی که در مقابل زاویه قائمه واقع باشه عبارت از وتر اون مثلث میباشه. ببینید و در اینجا گفته BC مساوی به B زبر C زبر، یعنی وتر را با هم مساوی قرار داده و یک ضلع قائمشان که عبارت از بی زبر سی زبر و بی سی. شما چه فکر میکنید؟ آیا دو مثلث انطباق پذیر باشن؟ بله، حتما انطباق پذیر است و شما به خاطر حقیقت موضوع، به خاطر اینکه شما درک کرده باشین که واقعا اینمی موضوع درست است، شما یک فعالیت انجام میدین. فعالیت ما برای شما پیشکش میکنم، شما فعالیت ببینین. فعالیت آن شما خوب بلد هستین بر رسم کردن مثلث‌های قائم زاویه و عادی زاویه، هر نوع مثلثی که باشه. گفته شما یک زاویه قائم رسم کرده، رسم آن را A بنامید. بعد روی یک ضلع این زاویه به طول 4 سانتی متر جدا نموده، آن نقطه را B بنامید. بسیار آسان است. ولی عزیزا، از نقطه B به طول 5 سانتی متر وتر را رسم کنید تا ضلع دیگر زاویه A را قطع کند. بسیار بسیط. مثلث دیگری نیز با این شرایط رسم کرده، آن را A زبر B زبر C زبر بنامید. لیکن دو مثلث که یکیش ABC بود و مثلث A زبر B زبر هم با شرایط اولی شما رسم کنید. خب به نظر شما این دو مثلث که رسم کردین چه حالت دارن؟ حتما میگین انطباق پذیر است. بله، بسیار خوب. باز یک کاغذ شفاف روی مثلث A زبر B زبر C زبر قرار بدین، او را قیچی کنین و بعد او مثلث A دو زبر B دو زبر C دو زبر نام بمانید. آیا اگر این مثلث A دو زبر B دو زبر C دو زبر با ABC و A زبر B زبر C زبر شما چی گونه نظری میکنین؟ با هم چه قسم رابطه دارن؟ ولی از نگاه انطباق پذیری تعبیر کردید یا با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن.
شما عملا میبینین، یعنی اون قضیه قبلا برای شما گفتیم همین قضیه رو در فعالیت برای شما ثابت میشه. بسیار خوب. حالا وقتی که شما افراد انجام دادین نتیجهش چی میشه؟ نتیجه شما برای شما نوشته کردیم به خاطر برای شما کمک کرده باشم. نتیجه فعالیت، اگر وتر و یک ضلع مثلث قائم زاویه با وتر و یک ضلع مثلث قائم زاویه دیگری مساوی باشن، مثلث ها با هم انطباق پذیرن. ببینید دختر و بچه عزیز، در این دو مثلث یک مراسم کردیم، مثلث ABC و مثلث A زبر B زبر C زبر. در مثلث ABC وترش AC و در مثلث A زبر B زبر C زبر وترش A زبر C زبر است. در اونجا خطا کشیدیم که این دو ضلع با هم مساوی است و یک ضلع قائم از یا که عبارت از BC و B زبر C زبر است نیز با هم مساوی است. اینجا نوشته کردیم AC مساوی با A زبر C زبر و BC مساوی با B زبر C زبر. در نتیجه مثلث ABC انطباق پذیر است با A زبر B زبر C زبر. یعنی فعالیت اجزا که شما انجام میدین به نمی نتیجه شما میرسین که هرگاه دو مثلث قائم زاویه وتر و یک ضلع قائمشان با هم مساوی باشن، این دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. ببین اجزا انطباق پذیر، یعنی ببینین این به این معنی که قبلا هم برای شما گفتیم که اینی رقم، یعنی وقتی که دو مثلث با هم قرار بدی ببینین تمام اضلاع و زوایای از اینا با هم چی میشه؟ منطبق میشه. شما یک مثلث میبینین. در درس های قبلی برای شما این را گفته بودم. بسیار خوب، فعالیت شما انجام دادین، نتیجه شما بیرون کشیدیم. حالا دو مثال ما برای شما کار میکنم تا به عمق موضوع شما پی ببریم، یعنی بهتر بفهمید. ببینید مثال اول، دو مثلث قائم زاویه را که وتر هر یک آنها 5 اینچ، این اینچ گرفتیم به خاطر یک مقدار برجسته برای تخته نوشته شود و یک ضلع قائم آنها 4 اینچ باشد، چگونه رسم میکنید؟ یعنی این سوال دو جز داره. اول این مثلث چه قسم رسم میکنید؟ دومش گفته آیا این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستند؟ خب حالا من این مثلث رسم میکنم. ببینید نیزا، وقتی که مثلث رسم میکنم شما کاملا بلد هستین، ما اول یک ضلع قائم با طول 4 اینچ رسم میکنم، اینا مثلث میمونم در اینجا 4 اینچ رسم میکنم، اینا یک اینچ، دو اینچ، سه اینچ و 4 اینچ، این رو نوشته میکنم که 4 اینچ یک ضلع قائمش. بله، وقتی که ضلع قائم است همین ضلع قائم ببینید به این شکل میمونم و چی میکنم؟ میره ضلع قائم دیگه ایش رسم میکنم و دلیل از اینکه ما مثلث رسم کرده باشیم، ببینید این تو مثلث میمونم گونیا را که زاویه قائم است و به این شکل ضلع دیگر رسم میکنم به این شکل. وقتی که ضلع رسم کردم ضلع قائم دومش است، یعنی او طولش ذکر نکرده مگر به خاطر اینکه ما مثلث رسم کنم، ببینید همین ضلعی که ما شما گفتیم که قائم است این را نام بگذارم A و B باشه. بسیار خوب، حالا من چی میکنم؟ از نقطه A چی میکنم؟ دایره کشه میگیرم. ایزا ببینید دایره کشه با طول چقدر گفته وترش باشه؟ با طول 5 اینچ. دو مثلث قائم که وتر یک آنها 5 اینچ و یک ضلع قائم آنها 4 اینچ باشه. 4 اینچ رسم کردم، حالا 5 اینچ چطور رسم میکنم؟ اینجا ایزا ببینید ما خط کش موندیم که برابر دو اندازه گیری کنم. ببینید به این ترتیب بالای صفر ایمان میبینیم 5 اینچ در کجا میه. خب دیدین ایزا اینمی طول یعنی 5 اینچ است. حالا ما چی میکنم؟ بالای نقطه ای را مرکزش میمانم به این ترتیب یک قوس میزنم. ببینید ایزا خوب متوجه باشید، یک قوس به این شکل. وقتی که من قوس رسم کردم، آن اینمی نقطه را که در اینجا تقاطع کرده، ببین این نقطه را ای بی گفتیم، اینمی نقطه را سی میگذارم، متباقی قوس ما پاک میکنم. آن چی میکنم؟ ای را به سی وصل میکنم. میبینید ای را با سی وصل کردم، این زاویه موشما چی هستن؟ زاویه قائم است. خب متباقی زلم پاک میکنم، با عین شرایط مثلث دیگر رسم میکنم دیگه، گفته که دو مثلث رسم میکنیم. بسیار خب، پس تکرار را رسم میکنم، باز دوباره میبینیم شاگرد عزیز، ببینین 4 اینچ باز رسم میکنم به می ترتیب، اینا 4 اینچ. بسیار خوب، پس باز نوشته میکنم که این زل قایم شما 4 اینچ است،
عمو در اس میکنم بالا ازی به این ترتیب میگذارم، زار دوم قایمی دیگه شه به این شکل مثل مثلث قبلی به این ترتیب. حالا باز اینم ایره ای بینام گذاشتم، ایره نوشتم میکنم ای زبر و ایام بی زبر. بسیار خوب، دوباره دایره کشه میگیرم عزیزا ببینین، باز به اندازه چند انچ؟ 5 انچ. یعنی 5 انچ، این فاصله 5 انچ است. در نقطه ای زبری را جا به جا میکنم، مرکز ازی را به این ترتیب و باز قوس میزنم. بسیار خوب، حالا میبینیم این قوسی را که رسم کردیم توسط خط کش این را وصل میکنم. بسیار دقیق باشه که انطباق پذیری کیفیت خود از دست نده. اینه نوشته میکنم 30 زبر و ایام زاویه، زاویه چند درجه است؟ قایمه یعنی 90 درجه است. خب ببینید ایزا، ایام 4 انچ بود، تو هر دو طول قایمش هم 4 انچ، یعنی اینمی طول با این طول مساوی شد. اینه نوشته کردم 5 انچ بود، 5 انچ یعنی وترش بود، وتر مثلث ای بی سی. اینه هم 5 انچ رسم کردم، 5 انچ یعنی ای وتر با ای وتر مساوی است. حالا ببینید دو مثلث قایم مزاور رسم کردم با می شرایطی که کتاب برای ما شما گفته. حالا شما ببینید هر دوی زیر وقتی شما از نظر بگذرانید، هر دو را معلوم میشه که دو مثلث با هم چی هستن، انطباق پذیر است. بنابران طبق قضیه نوشته میکنیم که چون ای بی مساوی است به ای زبر بی زبر، ای زبر بی زبر و ای مساوی به چند انچ هستن؟ مساوی میشه به 4 انچ. همچنان AC مساوی با A زبر C زبر و این مساوی با چند هستن؟ مساوی با 5 انچ. طبق شرایط قضیه که شما در فعالیت ها میره برای خود ثابت کردین، حالا میبینیم که باید این دو مثلث با هم چی باشن؟ انطباق پذیر باشن، چون وتر و یک ضلع قایم از اینا با هم چی هستن؟ مساوی است. در نتیجه بنابراین نوشته میکنیم که ABC مثلث انطباق پذیر است با ای زبر بی زبر سی زبر، یعنی این دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر است. بسیار خوب، این بود مثال اول. مثال دوم ببین عزیزا، در مثال دوم شما، مثال دوم در شکل زیر قطر بی دی مستطیل را رسم کرده و ثابت کنید که دو مثلث ای بی دی و سی بی دی انطباق پذیرند. خب مستطیل بر شما داده، گفتمون تا در اینجا قطر بی دی را رسم کنیم نه ای سی را، چون ذکر کرده در اینجا قطر بی دی را من رسم میکنم. ببینید ازا قطر بی دی را من وصل میکنم، اینه قطر بی دی را که وصل کردم. شما اینجا ببینید دو مثلث تشکیل میشه، یکی مثلث ای بی دی یعنی مثلث و مثلث دوم دیگه ما شما بی سی دی یعنی مثلث. گفته آیا بگیم که نمی دو مثلث با هم انطباق پذیر است یا خیر؟ انطباق پذیری از اینه ما شما طبق نمی قضیه باید ثبوت کنیم. ببینید ما شما مستطیل قبلا تعریف داریم که مستطیل به او چهار زیلی گفته میشه که هر 4 زاویش قایمه و ازایش 2 به 2 با هم چه باشه؟ مساوی باشه. مال می قضیه را دیگه ثبوت میکنم. ببینین در این مثلث وقتی که ما شما در اینجا میبینیم که ABCD مستطیل است، وقتی که ما شما وتر از رسم کردم، ببخشین قطر از وقتی که ما رسم کردم در اینجا، شما علی ببینین اولا این دو زاویه از قایم است و اینمی زل بیدی که است، البته این وتر مشترک هر دوست، یعنی اول نوشته میکنم که بی دی مساوی میشه و باز بی دی. قرار چیه دیدا؟ قرار وتر مشترک، یعنی چون بی دی وتر مشترک هم مثلث ای بی دی است و هم از مثلث بی سی دی است. بسیار خوب، نوشته میکنم قرار وتر
مشترک هر دو مثلث، یعنی مثلث ABD و BCD. بسیار خوب، یک جزش ثابت کردیم. حال جز دو مزیره ببینید، یکی از اعضای قایمی دو مثلث ببینید، اینی را اگر ما شما در اینجا ABD را با BC مقایسه کنیم ببینید چه رقم هستن، یعنی نوشته میکنم آیا AD با BC مساوی است عزیزا؟ بله طبعا، نوشته میکنم که AD مساوی است با BC. قرار چی عزیزا؟ قرار از این که تعریف مستطیل است که دو ضلع مقابل یک مستطیل با هم چی است؟ مساوی است. نوشته میکنم قرار از لای مقابل مستطیل. حالا ببینید وقتی که دو جزء گرفتیم، یعنی وتر دو مثلث با هم مساوی است و همچنان دو ضلع قایم از اینام با هم مساوی است، پس در نتیجه بنابر آن چی میگیم؟ نوشته میکنیم که مثلث ABD اینمی مثلث انطباق پذیر است با کدام مثلث؟ BCD. BCD مثلث. بسیار این بود مثال دومه که البته خدمت شمایی را حل کردم. امید که مکمل موضوع شما چه کده باشین، با حلی دو مثال درک کده باشین. با تشریح دو مثال میرسیم با پایان البته این بخش موضوع ما شما، که من یک مرتبه درس بر شما طور خلاصه بر شما پیشکش میکنم. ببینید عزیزا، ما شما گفتیم که دو مثلث زمانی با هم انطباق پذیر است، البته دو مثلث قائم زاویه زمانی با هم انطباق پذیر هستند که یک وتر و یک ضلع قائم آشان با هم چه باشه؟ مساوی باشه. مثل در دو مثال بر شما کار کردم، ببینید در این دو مثلث وترشان 5 اینچ، از یام 5 اینچ، یک ضلع قائمشان 4 اینچ، یام 4 اینچ. پس بنان مثلث ABC و A زبر B زبر C زبر با هم چه هستن؟ انطباق پذیر است. و در اینجا که شکل سوال طوری بود که مستطیل ما شما خودش رسم کردیم و اینجا دیدیم همچنان BD وتر مشترکی دو مثلث بود و AD و BC یکی از اعضای قایمی دو مثلث هستند با هم مساوی بودن، این دو مثلث با هم چه هستن؟ انطباق پذیر است. البته این بود خلاصه دست خدمت شما ما ارائه کردم. آره به خاطر موضوع را که شما بهتر درک کنین کار خانگی را برای شما میتم کار خانگی را ببینین. کار خانگی شما صفحه 148 کتاب درسی تان است که متشکل از دو سوال است. سوال اولش هست، گفته که در شکل زیر AC قطر دایره است، اگر در دو مثلث قائم زاویه ABC و ADC ضلع BC مساوی به CD باشد، می‌بینید در اینجا BC مساوی به CD باشد، آیا این دو مثلث با هم انطباق پذیرند؟ چرا؟ دلیلش شما بگید. دو، ثابت کنید که قطر مربع آن را به دو مثلث قائم زاویه انطباق پذیر تقسیم می‌کند. این بود از درس امروز ما شما، با امیدی که درس فرا گرفته باشین. البته تا درس بعدی که من خدمت شما حاضر میشم، همگی شما را به علای پاک مسپارم.